وقتی زبانش رو پیدا کردم شکل ظاهرش برام پیدا میشه یعنی اینکه چی تنش میکنه وقتی لباسش رو پیدا کردم پیدا میکنم که صورتش چه شکلیه و اینا بعدها به کمک طراح لباس و طراح گیریم در ذهن منم نقش میبنده و یه کمی رنگامیزی ممکنه این شخصیت رو برای من تغییر بده کار دیگری که در مورد شخصیت هایی که میخوام کار کنم پیدا میکنم تلاش میکنم پیدا کنم اینه که علاقه رو کشف کنم و علاقمندیاش رفتارهاش رو به من نشون میده اینکه مثلا من از آشپزی خوشم میاد یا نه در نتیجه وقتی آشپزی میکنه این زن میتونم فکر کنم که وقتی داره یه غذایی رو هم میزنه ازش لذت میبره مثل تخم مرغ درست کردن گیلانه وقتی داره این تخم مرغ رو درست میکنه توش اشتیاق این که برای بچهش ببره هست ولی خودش هم از درست کردن این لذت میبره پس علاقه مندیهاش رفتارهاش هم به من یاد میده که چگونه رفتار میکنه و حوصلهش رو به من میگه چقدر حوصله زندگی کردن داره این شخصیت گاهی اوقات شده مثل شخصیت سیمین در فیلم هنر پیشه یه زنی میشه کلا ذهن آشفته و دگرگونی داره و این آشفتگی اینو از ادامه زندگی طبیعی خل میکنه ولی در طول فیلم برداری من همش فکر میکردم این زن چرا به این جنون رسیده از اشتیاق بیش از اندازش به زندگی به زندگی که دوستش داره و باهاش در تضاد قرار گرفته و یه جاهای خیلی خیلی ریزی رفتاری میکردم که انگار این عاشق زندگیه مثل موقعی که داره به گلدون مصنوعی آب میده یا داره توی خونه زندگیش یه کاری انجام میده اون بیحسلگی ته تهش فکر کردم نمیتونه تخت باشه باید یه حیات هم وجود داشته باشه علاقه مندی های شخصیت ها به من میگن که باید چگونه رفتار کنی و وقتی همه اینا رو دونه دونه درآوردم چیدم کنار هم برای من میشه یکی از شخصیت هایی که بازی کردم و در این بایگانی ذهنم نگهشون میدارم که چی کار کردم باهاشون.